ارائه از کانال وقت داستان. جان شیفته، اثری از رومن رولان. ترجمه محمود اعتماد زاده. بهازین. به روایت شهرزاد فتوحی، کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی. آنت و سلوی، بخش اول. عشق آن که پیش از همه زاد، عشق زان که پس اندیشه را زاد. دم پنجره نشسته پشت به روشنایی داشت، چنان که پرتو آفتاب فروشونده بر گردن و پس گردن ستبرش میتافت. تازه رسیده بود پس از ماها، اینک برای نخستین بار روزی را بیرون در دشت و روستا گذرانده بود. راه رفته و از این آفتاب بهاری سرمست گشته بود، آفتابی همچون می ناب مستیزا که هیچ سایه ای از درختان برهنه بدان نمی آمیزد، بلکه از خنکی هوای زمستان رو به زوال نیرو هم می گیرد. آنت زمزمه ها در سر داشت، رگهایش می تپید، چشمانش سرشار از سیلاب های روشنایی بود، سرخ و زرین زیر پلک های بسته، زرین و سرخ در پیکرش. همچنان که بی حرکت و کرخ گشته روی صندلی نشسته بود، یک دم در بی خودی فرو رفت. آبگیری میان جنگل با لکه‌ای از آفتاب بر گونه چشمی، گرداگرد آن دایره‌ای از درختان با تنه‌های خزه بسته، هوس تنشویی. آنت خود را برهنه می‌یابد، دست سرد آب بر پاها و زانوانش می ساید. وارفتگی لذت، آنت در آبگیر سرخ و زرندود بر تن برهنه خود می نگرد. ناراحتی مبهمی که در بیان نمی آید، گویی که چشمهای دیگری در کمینند و نگاهش می کنند. برای گریز از آن پیشتر می رود و اینک تا زیر چانهش در آب است. آب پرچین و شکنج آغوشی زنده می گردد. پیچک های چربگون بر ساقهایش می پیچند. آنت می خواهد خود را رها کند، اما در لای و لجن فرو می رود. بالای بالا قرص آفتاب بر فراز آبگیر به خواب رفته است. خشمگین با پاشنه به ته آبگیر می کوبد و بار دیگر به سطح آب می آید. آب اکنون خاکی و تیره و آلوده است و همچنان اما بر زره رخشان آن آفتاب. آنت
شاخه بیدی را که روی آبگیر خم گشته است به چنگ می گیرد تا خود را از آن پلشتی خیس بیرون بکشد. شاخه پربرگ برسان بال پرنده شانه ها و کپل های برهنه را می پوشاند. سایه شب فرود می آید و هوای خنک نیز بر پس گردن آنت. از کرخی بیرون می آید. به زحمت اگر چند ثانیه‌ای در آن حال به سر برده باشد. آفتاب در پس تپه‌های سنت کلاود ناپدید می‌گردد و اینک هوای خنک سر شب. آنت از مستی به در آمده و اندک لرزه‌ای بر تن نشسته، از جا برمی‌خیزد و آزرده و خشمگین از آن که خود را بدان هوس ناروا سپرده است، ابرو در هم می‌کشد و می رود. در ته اتاق خود در برابر آتش می نشیند. آتش مهربان هیزم که غرض از آن بیشتر خوشایند چشم است و هم صحبتی تا گرم کردن، زیرا از پنجره باز به همراه نفس نمناک یک شب آغاز بهار پرچانگی خوش آهنگ مرغان از سفر بازگشته که آماده خواب می شدند از باغ به درون می آمد. آنت به اندیشه فرو می رود، ولی این بار چشمانش باز است. بار دیگر در جهان معتاد خود پای گرفته، در خانه خود است. خودش است. آنت ریویر. همچنان که به سوی زبانه آتش که چهره جوانش را سرخ می‌دارد خم گشته است و با پا ماده گربه سیاه خود را که شکم را به گرمای هیزم شعله‌ور فرا داده نوازش می‌کند، ماتم خود را که یک دم از یاد برده بود زنده می‌کند. چهره کسی را که از دست داده و نقش آن از قلبش گریخته است به یاد می‌آورد. با رخت سوگواری در حالی که نشانه های ناز و دوده گذار مصیبت بر پیشانی و در چینهای لبانش دیده می شود و پای پلک هایش از عشق های تازه ریخته اندکی باد کرده است. این دختر درشتندام که نمی توان گفت زیباست، اما تندرست و شاداب است و مانند طبیعت نوبهار سرشار از شیره زندگی است. دختری خوشریخت با موهای بلوطی رنگ انبوه، گردن بور آفتاب خورده، گونه ها و چشم ها چون گل، در آن حال که می کوشد تا پرده های پراکنده اندوه خود را بار دیگر بر نگاه فراموشکار و سرشانه های گرد خود بکشد، به بیوه زن جوانی می ماند که می بیند سایه دلدار از او می گریزد. به راستی هم آنت در قلب خود بیوه بود، اما آن که سایه اش را به سرپنجه خود می خواست نگه دارد پدرش بود. اینک 6 ماه می گذشت که او را از دست داده بود. در اواخر پاییز راول ریویر که می توان گفت هنوز جوان بود، چه 50 سال تمام نداشت، به فاصله 2 روز بر اثر یک حمله اورمی درگذشت. با آنکه تندرستیش بر اثر زیاده روی ها از چند سال پیش او را ناگزیر از احتیاط و مدارا می کرد، باز انتظار آن نداشت که پرده چنین به ناگهان بر او فرود آید. این آرشیتکت پاریسی که روزگاری در ویلا رومن به سر برده بود، مردی خوشاب و گل، زیرک، با اشتهایی بیرون از حد متعارف، کسی بود که در محافل اعیانی به 100 اشتیاق پذیرش می شدند و مقامات رسمی
چیزی از او دریغ نمی داشتند. در سراسر زندگی خیش بی آنکه نشان دهد خود خواستار آن است، توانسته بود سفارش ها، افتخارات، کامروایی های عشقی را روی هم انبار کند. او از آن چهره های پاریسی بود که عکس و تصویر دستی و همچنین کاریکاتور مجله ها او را نزد مردم سرشناس کرده بود. پیشانی گرد با شقیقه های برجسته، سر فرود آورده گویی گاو نری در حال حمله، چشمان ورآمده با نگاهی بیباک، موها سفید و پرپشت، کوتاه و رو به بالا، با یک سر ناخن ریش زیر دهان خندان و پرخار و روی هم ظاهری نکته سنج، گستاخ و خوش ادا و بی آزر. در جامعه اهل هنر و خوشگذرانی پاریس همه با او آشنا بودند و هیچ کس او را نمی شناخت. مردی با سرشت دوگانه که بسیار خوب می توانست برای بهره کشی از اجتماع خود را با آن سازش دهد، ولی همچنین می توانست زندگی نهفته جداگانه‌ای برای خود داشته باشد. مردی با سوداهای نیرومند و رذایل پرتوان که با همه خوگیری بدانها پرهیز داشت که چیزی از آن که موجب رمیدگی گردد به مشتریان خود نشان دهد. مردی که یک موزه پنهانی شایست و ناشایست برای خود داشت که درش را جز بروی تنی چند انگوش شمار که محرم بودند نمی گشاد. مردی که اخلاق و پسند عامه را به ریشخند می گرفت، اما زندگی و کارهای رسمی خود را با آن سازگار می داشت. هیچ کس او را نمی شناخت، نه کسی از دوستان و نه کسی از دشمنانش. دشمنانش؟ او هیچ دشمن نداشت. حد اعلی رقیبانی که بر سر راهش ایستاده و بد دیده بودند، ولی آنان از او کینه‌ای به دل نداشتند. او پس از آن که کلاهشان را پس معرکه میانداخت، چندان هنرمندانه از ایشان دلربایی میکرد که آنان مانند مردم کمرویی که پایشان را کسی لگد کند کم مانده بود که لبخند زنان از او پوزش بخواهند. مرد زمخت هیلساز در این شگرد توفیق یافته بود که مناسبات نیکوی خود را با رقیبانی که از میدان به در می کرد و معشوقگانی که روی از ایشان می گرداند حفظ کند. در کار زناشویی توفیقش اندکی کمتر بود. زنش این بدسلیقگی را داشت که از هوسبازی‌هایش رنج ببرد، و گرچه به گمان او زنش در 25 سالی که از پیوندشان می‌گذشت می‌بایست به خوبی فرصت عادت کردن یافته باشد، باز خانم رویر هرگز نتوانسته بود تن به آنچه هست بدهد. زنی بود در پاک دامنی خود عبوس، با رفتاری اندک مایه سرد، به همان سردی زیباییش که خاص زنان شهر لیون است، دارای عواطفی نیرومند اما در خود فرو رفته، بی کمترین مهارتی در نگهداری شوهر و با این همه عاری از این هنر بس سودمند که درباره آنچه نمیتوانست مانع شود خود را به ندانستن بزند. بزرگواریش بیش از آن بود که زبان به شکایت بگشاید، اما این را هم نتوانست که دندان روی جگر نهد و پیش شوهر وانمودی نکند که می داند و رنج می برد. و از آنجا که راول مردی حساس بود یا دست کم خود چنین می پنداشت، پرهیز داشت که در این باره بیندیشد. ولی از زنش که نمی توانست خودخواهیش را از این بهتر پرده پوشی کند، کینه به دل می گرفت. سالها بود که آنها
تقریبا جدا از هم زندگی می کردند. اما بر اثر موافقتی ناگفته این امر را از چشم دیگران پنهان می داشتند، چنان که حتی دخترشان آنت هرگز از آن بویی نبرد. دختر در صدد بر نیامده بود که درباره ناسازگاری پدر و مادر خود غور رسی کند. این کار خوشایند او نبود. برای جوانان همان گرفتاری های خودشان به خوبی کافی است. به جهنم گرفتاری های دیگران. نهایت تردستی راول در آن بود که دخترش را هواخواه خود کرد. البته برای این منظور دست به هیچ کاری نزد و این بالاترین نشانه ی هنر اوست. نه یک کلمه سرزنش، نه کمترین اشاره به تقصیرهای خانم ریویر. آری، جوان مرد بود. کار کشف این تقصیرها را بر عهده خود دختر می گذاشت و دختر البته هم کشف کرد. چه او نیز در پنجه افسونگری پدرش بود و مگر می توانست تقصیر را به گردن مادر نگذارد که زن چنان کسی بود و از بی ارزگی این سعادت را بر خود حرام می کرد. در این نبرد نابرابر بیچاره خانم ریویر پیشا پیش مغلوب بود و او با زودتر مردن این شکست را به کمال رسانید. راول یک کتاز میدان و تنها فرمان روای قلب دختر خود شد. در این 5 ساله آخر آنت در حصار روحی پدر مهربان خود به سر برده بود که سخت دوستش می داشت و بی آن که اندیشه ناروایی در میان باشد آن دلربایی هایی را که در سرشت وی بود درباره دختر به کار می بست. و گشاده دستی پدر در این زمینه خاص از آن رو بود که دیگر در بیرون کمتر مصرفی برای آن می یافت. چه از 2 سال باز هشدارهای آن بیماری که می بایست به مرگ وی بیانجامد او را بیشتر در خانه نگه می داشت. از این رو هیچ چیز در یگانگی گرمی که پدر و دختر را به هم پیوند می داد و قلب نیمه بیدار آنت را سرشار می داشت خللی وارد نکرده بود. دختر 23 تا 24 سال داشت ولی قلبش جوانتر از این به نظر می رسید. شتابی از خود نشان نمی داد. شاید آنت مانند همه کسانی که آینده درازی در برابر خود دارند و نیز از آن رو که حس می کرد زندگی ژرفی در او می تپد می گذاشت که این سرمایه در او انبار شود و شتابی نداشت که به حساب آن برسد. آنت از پدر و مادر خود هر دو چیزهایی داشت. طرح رخسار و لبخند دلانگیزش به پدر می رفت و این لبخند در پدر خیلی بیش از آنچه خود گمان می برد نوید می داد. و در آنت که پاک مانده بود خیلی بیش از آنچه خود می خواست. و اما آرامش ظاهر، اندازه شناسی در رفتار و نیز با آنکه فکری بسیار آزاد داشت وقار اخلاقیش به مادرش می رفت. آنت با دلفریبی این یک و خیشتنداری آن دیگری از 2 سو جذاب بود. کس نمی توانست حدس بزند که از آن 2 سرشت کدام یک در او غلبه دارد. سرشت واقعی خود او هنوز ناشناخته مانده بود، هم برای دیگران و هم برای خودش. از دنیای نهفتش کس بو نبرده بود، گویی هوایی نیم خفته در باغ. هنوز بر آرزوهای در کمونش فرصت آگاهی نیافته بود
و این آرزوها را هیچ چیز در او بیدار نکرده بود، زیرا هیچ چیز با آنها در تصادم نیفتاده بود. به نظر می رسید که او همینقدر می باید دست دراز کند تا آنها را به چنگ آرد، و او که به زمزمه شادمانشان کرخ گشته بود دست به آزمون پیش نمی برد. شاید هم که آزمون نمی خواست. چه می توان دانست که آدمی تا چه حد می کشد خود را فریب دهد؟ و مردم از دیدن آنچه در ایشان مایه استراب است و پرهیز دارند. آنت بهتر از آن می دانست که از این دریای درونی بی خبر باشد. آن آنت که دیگران می شناختند، آن آنت که خود می شناخت، دختری بود بسیار آرام، سنجیده، منظم، مسلط برخیش، که برای خود اراده‌ای و قضاوت آزادی داشت. اما تا کنون هیچ فرصتی برایش پیش نیامده بود که آنها را بر ضد قواعد مرسوم جامعه و خانواده به کار برد. بی آنکه به هیچ رو در وظایف معاشرتی خود غفلت روا دارد و بی آنکه از لذات زندگی خیش که با اشتهای بسیار خوبی هم بدانها روی می آورد سرخورده باشد، آنت نیاز فعالیت جدی تری را در خود حس کرده بود. از این رو خواست تحصیلات روی هم کاملی بکند، دنبال درس‌های دانشکده برود، امتحان‌هایی بگذراند، دو لیسانس به دست آورد. هوش سرشارش می‌خواست به چیزی اشتغال داشته باشد. آنت پژوهش‌های دقیق خاص علوم را که در آن از استعداد خوبی برخوردار بود دوست می‌داشت و این شاید از آن رو بود که سرشت سالمش به انگیزه غریزی حفظ تعادل این نیاز را حس می کرد که می باید انضباط بیچون و چرای یک روش صریح پژوهشی و اندیشه های روشن بی ابهام را در برابر جاذبه استراب انگیز این زندگی درونی قرار دهد که خود از روبرو شدن با آن در هراس بود و با همه مراقبت های او باز در هر مکس که ضمیر آگاهش از فعالیت می آرمید به سراغ او می آمد. این فعالیت روشن و پاکیزه و منظم در این هنگام خورسندش می داشت. نمی خواست به آنچه پس از آن روی خواهد نمود بیندیشد. زناشویی برایش کششی نداشت. اندیشه آن را به خود راه نمی داد. پدرش بر این پیش داوری های او می خندید، ولی به مبارزه با آن بر نمی خواست. به سودش بود. Thank you.